امروز آمدیم به یکی از جاهای خاص، جایی که یکی از بزرگترین تخریب‌های شهر کابل جریان دارد. این خانه که جور شده یا کلش اشارالی پلان دادگی شده، این مردم به سرخود آباد کردن، به زورمند است کلگیش، از یک سر همی که خورد کلان کل زورمند است. یا شروالی کلش نقشه را دیده جور کردن در رای سرک، این سرک این است داره وقت داودخان است. دقیقه پروژه چی وسی عملا کار روان دهی دی پروژه نوم دهی در چاره مکوریان نه تر تنگی غارو پوری دا پروژه نوم دهی و دا اول لار چی دهی دهی ممنی ولی چی تقریبا 9 کلومتر درس و 90 متر طول لری صبر کنه. آری که گرفت گفته یکان خوب شد برای ما به خاطر اینکه اینا میاره گفتیم تو دو خانه ما از سو سه متر رفت از سو دو متر رفت اما با این پایزاری از می آدم از ما فکس خانه ما دل به سلاح شد. اگر مثال او وقت گفتیم که پختکاری شد از سمت شد بسیار قیزی شد فکر خانه ما یک برسی قیمت چون بالا میشه اما روز شکر از آران بار شکر حکومت آمد که دلسوز است. سر هم وطنای ما پیاده میره، حالا ما خوش هستیم، وطنای ما خوش هست که سرکا کلان میشه و بزرگتر میشه، سرکا از رابندی یا جلوگیری میشه. پروا نداره، خدا کنه که هر چی بره، سرک مهم از بگ ملک بام پای تخت باشه، مهم تر چیز سرک است. در جد من خپل شخصي نو د چپک بس موږ خوشاله حکومت نه سه سرک جوړ سي ډیره پرده د ډیر بیروباري د موټر او موټران بدره دوه ډیر وای سي دا څنګه چل ده نو موږ حکومت نه ډیر خوشاله یو را تر اوسه پورې موږ سره د ولسونو ډیره همکاري ده. هیڅوک زموږ ممانعت نه کوي، چا که کورونه تخریبیږي، د چا که پټرول پمپ تخریبیږي، ټول په خپله لګیا دي تخریبی، یعنی تر زموږ د ورتګ نه مخکې هغوی هر څه صفا کړي لګیا دي. بیا خیر در دا خو دوا نه میکنم، ما هم همدردی امرات بکنیم. سلام علیکم، خوب هستی؟ بخیر هستین. شکر. سلام، صد سلام بینندگان عزیز، نت رحمان رحمانی هستم. از دریچه چنل یوتیوب آینه افغانستان در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار گرفتیم. عزیزان دل، امیدوار هستم که در هر گوشه دنیا هستین جور و صحتمند باشید، لباس عافیت بر تن داشته باشید، روزگار زندگیتان هم با خیر و بخشی بگذرن. خب هموطنان عزیز، امروز آمدیم به یکی از جاهای خاص، جایی که یکی از بزرگترین تخریب های شهر کابل جریان دارد. تخریبی که امروز جریان داره از چاره عبدالحق شروع است الا حده کابل جلال آباد، یکی از بزرگترین تخریب های شهر کابل به شمار میرن که برای ساخت بزرگترین سرک و مهمترین سرکی که مرکز کابل به شرق کابل وصل میکنن،
قسمی که شما هموطنان عزیز پشت سر میبینین هنوز کار جریان داره. بسیاری از تاسیسات دولتی و غیر دولتی دری را تخریب شدن و همچنان تانک های تل بخاطر که در کنارش سرک است، سرک عمومی کابل جلال آباد است، به این خاطر در این طرفش هم اون طرف زیاد تانک های تل وجود دارند که بیشترشان تخریب شدن و ما آمدیم تا از اینجا یک گزارش خاص و ویژه را به شما ایزان تقدیم بکنیم. شما ایزای دل ببینین این طرف اینجا هم تخریب شده و همچنان تانک های تله که پیش سر است اینجا هم خیلی زیاد دیگه تانک ها و خانه ها تخریب شده برای ساخت سرک. پیش سر میبینین یک تانک است، اینجا دیگه تانک تل است. تا که تخریب نشه آبادی نمیشه. اول باید تخریب جریان داشته باشه، تخریب صورت بگیره، بعد از او آبادی. به خاطر که این سرک خیلی خرد بوده و مردم با بسیاری از مشکلات اینجا مواجه بودن و همیشه همی جاره که میبینیم این چاره اینجا چاراهی تیمنی است، ببخشید چاراهی بنایی، چاراهی است که همیشه اینجا ازدحام بوده، بیروبار بوده و مردم با مشکلات مواجه بودن. به این خاطر شدیدن شهر کابل به این سرک ضرورت دارن و ما هم با امیدی که سرک ساخته شوه و آباد شود کشور ما. و ما هم خواستیم که بیام اینجا با هموطنهای ما که خانه هایشان، دکان هایشان تخریب شده و همچنان با مسئولین هم صحبت شویم، هم کلام شویم، نظریات اونا را با خود داشته باشیم. دیگه ایجا هم بعضی از هموطنها هستن، میخوام که با اونا هم صحبت شویم. دیگه اجازه از برادر. سلام علیکم. جور بخیر. جان جور سی اپمن. الحمدلله شما خوب هستی؟ تشکر. سلامت باشین. نامتان؟ نام ما تبصیر الله. بسیار عالی. شما اینجا پختو ہے، مشکل نشتا تا سدل تا کار کوی دکان مدلا سور کڑے کورس حساب دا دکان مدلا سور کڑے ودل تا جے نیمہ برخ دے ٹھانگ دے لا سور کڑے دا دا خاطر دے مور کڑے دا چے نشتا سد دکان دا او نشتا سد خاطر اشے. خب ہمتن عزیز یعنی دکانم کی میبینے نظمی برادر ماس کہ امجا ششتا بودن من دل تا دے کار کو نو دل تم کار کو لو دا دکان دے مبلین دے بدلے دلو او دا نه غصب شوی دی نه بل څه شوی په خاطر د آبادۍ د سرک دا تخریب شوی او خدای دې وکړي چې دغه سرک هم دغه جوړ شي او صفایي ولري ان شاء الله. دا دکان دې خپلو کا کرایه دی ورکو؟ دا خپلو خپل دی. خپلو هغه ته زم نه تاو هغه مغه دې مغه هو تا ویل چې د موبلن دکانو د موبلن په بدل دکانو هو خرصون دې پاره مو څومره وخت کېده چې دلته تا کار کوو؟ دلته یعنی دوه کال کېږي. دوه کال؟ او سره وکی چې دلته تخریب شروع شو. دا تخریب چې شروع شو دی دا ټول 15 ورځې کې 15 ورځې. اول به تاسو ته اول درکلی شهر والی چې دا تخریب کې خپل کوم شیان چې ضرورت لري او باسه. بالکل بالکل. اول یو مکتوب راوړلو دي، مکتوب نفس یعنی درې څلور ورځې ورته وخت ورکې خلکو ته دغه نفس کار شروع کې عملی. ها ډیر ښه. تاسو څه نظر لرئ لکه څنګه چې تاسو دلته کار کوو تاسو پوهیدئ شاهدان ولې چې همیشه دلته سرک به بند و لاره اوس هم بنده ده نو چې دا سرک جوړیږي ستاسو نظر څومره به ګټه د خلکو ته ورسېږي؟ ډیره ګټه رسیږي. یعنی چې وګورئ د هغې طرفه سرک د دې ځایه تر چوکه پورې بند دی نو خلک بدرد هم وایي او فاضابیږي هم. په همدې خاطر باندې چې سرک پراخه اوسیږي نو خلک به پراخه ولاړ شي او رش پش بنوي. ډیر زیاته مننه. یعنی تاسو د لپاره خوشحالي احساس کوئ؟ ولی نه ولی نه. دا چې مونږ تاوانونه د لاسه ورکړل همدومره ګټه مونږ ته حکومت مخې ته راوړي په خاطر د دې چې رشونه د منځه ځي او پراخي راځي آبادي راځي د وطن دپاره. ډیر ښه. ډیره زیاته مننه. دا راته چې بیا ښاروالي تاسو سره دغه څه آبادي مو چې کړه دودي مصرف درکوي؟ د دې مصرف خو تر اوسه پورې معلوم نه ده. شی نه دی ویلي؟ نه څه شی نه دی ویلي. ویل کېږي چې دغه کوم آبادي چې شوی دودي مصرف ورکول کېږي؟ کېدلی شي، کېدلی شي. هو ان شاء الله. ډیره زیاته مننه. دا چې دغه احساس لري د وطن د آبادۍ لپاره تاسو فداکاري قبولوئ، دا چې دکان مدلا سور کړم مګر د سرک جوړېدو لپاره خوشحالي احساس لري، دا د وطن دو شخص خاصیت دی. بشک بالکل. مونږ منو هر څه منو په خاطر د دې چې آبادۍ وشي. بالکل. دومره تاوانونه چې مونږ د لاس اور کوو همدومره مونږ ته د ګټه د آبادۍ راولي. خیر، چیرې د زر نفرو ته تاوان رسیږي میلیون ها خلک ترې نه ګټه. بشک بالکل. همدا شی دی. ډیره زیاته مننه. الله مو خوشحال لاره. څنګه ورور؟ جوړه پخیر. تاسو شي مسو کار لري؟ دا 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 د موږ خپل پمپ ده. دا خپل پمپ وو؟ او دا خپل پمپ وو. دا مو هغه مو بدل تخپل بس کار اوسګار نسته، بس خپل پمپ باندې درې دن پای کاری کوم. او باسه
نه بس من خپل پم نه پای کاری کوم دغه دکان مونږ خپل شخصي نو د چپک بس مونږ خوشاله حکومت نه سرک جوړ سي دې د پرده د ډیر بیروباري د موټر موټران بدرد و ډیر وای سي دا څنګه چل ده نو مونږ حکومت نه ډیر خوشاله ویلو را ډیر ښه دا راته وایي چې تا ویل دغه پم دغه به ټول نه تخریبیږي نه د هغه چې پورې ځي هغه د نشانې کړی دغه سي بالکل نو دا چې جوړ شي سړک ستاسو لپاره همدغه یو هغه هم پاتې شي دا هم ډېر ګټه به ورسېږي او زمونږ هغه دوه پایې پاتې کېږي دغه سر پکې ځي دې لپاره دا یو پایې ځي پکې یو پایې پکې ځي او څه احساس لري د سړک جوړېدو لپاره احساس همدغه داسې سړک جوړ شي دا به ډېره ښه وي وطن لپاره سې آبادی وسی نوی او دوتا موتر رو رشت باشم دیدی لدو بدم وایی بس بیا رو رو گویم غریبانانی منگم نمده ده خلق چی کار تا زی همیشه دلتا بنایی چاره کیا چاره دلخ که بند پاتی کی گی یو ساعت دو ساعت هم دلتا بند پاتی او اغا اخپل کار تم سیز رسیده او اخپل کار تم سیز نسی رسیده دیده پارا بس هم دلتا دوی نمونگ خوشحالی حکومت نسی خدا سیدا سرک آبادی وکی انشاءالله ډیره زیاته مننه الله مالشا خب هموطنان عزیز قسمی که شما میبینین تقریب جریان داره به شدت تقریبا همین پمپ که شما دیدین کلا تقریب نمیشه فقط همی یک بخشش تقریب میشه که او هم نشانی شده خب میریم پیش میریم با دیگه هموطنان هم صحبت میشیم و با کسانی که در اینجا مسئول هستن با اونا هم کلام میشیم ایش فقط شروعش از آنهاز دیگه از ایجا شروع شده تا پکتیاکورت فعلا دیگه تخریب جریان داره و ای سرک که انشالله جور میشه از چاره عبدالق الا تنگی همراهی مرا بکنین هموطن عزیز خب هموطنان عزیز آمدیم پیش مدیر صاحب پروژه کسی که این بزرگترین پروژه را مدیریت میکنه میخوایم که بیشتر راجع به این پروژه بزرگ از اینا بشنویم سلام علیکم انجینر صاحب محترم و علیکم سلام و رحمت الله مننه خیر و سپور ودان ډیر زیاته مننه سمره بخښی چې اول کې د غیمنګ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ زما نوم اجی ظاهر الله ده د بلټیک ساختمانی شرکت د دغه پروژه مسؤل یم ډیر ښه انجینر صاحب محترم کولای شئ راته چې د پروژه د کوم ځای څخه شروع شوه او تر کوم ځای پورې پای ته رسیدلې دغه پروژه چې اوس عملاً کار روان دی د دې پروژې نوم دی د چارې مکوریان نه تر تنګې غارو پورې دا پروژې نوم دی او دا اول لاړ چې دی مونږ نیولی چې تقریبا 9 کیلومتره 390 متره طول لري ډېر ښه یعنې دغه د مکوریانو چارې چارې عبدالحق چې ورته ویل کېږي عبدالحق چې ورته وایي چارې مکوریان نه شروع دی اول لاټ تقریبا د اوتخیلو هغه اخر ته یا د پکتیاکوټ اخره پورې ده د هغه بل چې د بل شرکت ته سپارل شوی بل لاټ لا تر اوسه اعلان ته نه دی ورکول شوی خو هغه هم اعلان ته ورکول کیږي په لنډ وخت یو ځای چې دغه کار شروع یا هغه به مخته ځي نو بیا انشاءالله چې هغه هم چا ونیو هغه به مخکې همدغه سې ځي باندې ډیزاین ډېر ښه دا پروژه څه وخت شروع شوی انشاءالله تر څه وخت پورې به دا تقریب کارونه پای ته ورسېږي دغه پروژه چې اوس تقریبا یو 15 ورځې مخکې شروع شوې ده د دې پروژې ټول وخت 2 کاله دی په 2 کاله کې باید دا پروژه بشپړه شي خو زموږ هڅه او کوشش دا ده چې د 2 کلونو مخکې موږ دا پروژه بشپړه کړو ډېر ښه څومره کارمندان په دې پروژه کې مصروف دي کار کوي تقریبا تر اوسه پورې خو 500 پخواشا کې په دې پروژه کې مستقیم چې هغه مسلکي خلک موږ سره لګیا دي او غیر مسلکي هم ډېر دي خو دا تقریبا لسګونه تعداد کې موږ سره اوس موجود دي په دې پروژه کې ډېر ښه دغه پروژه چې مالکي په دې لاره کې دولتي تاسیسات هم تقریبي کې کنه ټول شخصي تاسیسات په دې پروژه کې چې کوم په نقشه کې راغلي دي هغه که دولتي که غیر دولتي که کورونه یې که پېټرول پمپونه یې او که هر قسم آبادي هغه په دې کې تخریبي کې هیڅ نه پاتې کېږي یوازې جوماتونه چې دي د هغوی تر مستثنا دي د هغوی دپاره یو بل پلان لرو بل پلان دی او دا راته هغه تر ټولو غټ تاسیسات چې تاسیس دغه برخه کې دی یا یو ساختمان یا اپارتمان چې مطلب مصرف یې ډېر شوی هغه به کوم یوې تر اوسه چې تاسو
زما په ګومان دلته د یونما چې ده د هغې مصرف به ډېر وي او هغه ساحه هم ډېره ده. ساحه یې ډېره ده او هغه مصرف هم ډېره چې تخریبیږي. هو هغې ساحه هم ډېره ده او تر اوسه پورې تخریب شوې خو نه ده، خو هغه که تخریبیږي نو د هغې ساحه هم ډېره ده او مصرف یې هم ډېر ده. ډېر ښه. او دا راته دغه خلک چې دلته کورونه یې تخریبیږي یا مطلب ساختمانونه یا اپارتمانونه یې تخریبیږي، د دوی همکاري څنګه ده تاسو؟ تر اوسه پورې موږ سره د دې ولسونو ډېره همکاري ده. هېڅوک زموږ ممانعت نه کوي، د چا که کورونه تخریبیږي، د چا که پټرول پمپ تخریبیږي، ټول په خپله لګیا دي تخریبی، یعنی تر زموږ د ورتګ نه مخکې هغوی هر څه صفا کړي لګیا دي. ډېر ښه. انجینر صاحب محترم، ډېره زیاته مننه دا چې موږ ته موخ راکړه او د پروژې په اړه معلومات راکړه، او په آخر کې کوم وینا ولرئ نو خبره مننه. ژوندی اوسې. بس ما وینا خو ټولو وطنوالو ته دا ده چې دغه یو ملي پروژه ده، دې سره باید ټول همکاري وکړو، او د ټولو تجارانو نه هم دا هیله ده چې راځئ او خپل وطن په خپل آباد کړئ. دلته اوس الحمدلله امن دی، هیڅ قسم کومه ستونزه نشته. دی دغه ساحې چې موږ په کې عملاً کار کوو، دا داسې ساحې وي چې په دې کې عادي ګرځېدل هم مشکله خبره وه. دا چې اوس د پروژې رئیسان او انجینر صاحبان او ټول په کې ډېر په ډاډه زړه سره کار کوي لګیا دی، او هیڅ کوم ستونزه ورته نشته. دی نو له ټولو تجارانو نه مه دا هیله ده چې راشي او خپل وطن په خپل آباد کړئ. ډېره زیاته مننه. الله مو آباد او خوشحاله راه. آباد اوسې. ډېره زیاته مننه دا چې موږ ته مو وخت راکړه، د پروژې معلومات راکړه، دا غټه خبره. الله مو آباد خوشحاله اوسې. خب هموطنای عزیز، شما دیدین با انجینر صاحب پروژه همصحبت شدیم، معلومات بیشتر با ما ارائه کرد و این سرکی که شما میبینین سرک عمومی کابل جلال آباد است که از مرکز کابل آغاز شده تا چاراهی تا حدی کابل ننگرهار، باز از او باد دیگه طرف لغمان و ننگرهار و ترخم ایرا بور میکنه که بیشتر هموطنهای ما بخصوص روزای جمعه که به طرف سربی و به طرف ولایت های مشرقی میرفتن برای چکر و برای سیاحت یا از او طرف میامدن، دمی چاراهی بنایی و چاراهی عبدالحق دیگه با مشکل مواجه می شدن. از این ساحه چی که برتان بگیم، از این ساحه بالا موترات برتان بگیم استاد می بودن تا چاره مکوریان دیگه. انشالله که سرک ساخته شوه، آبادی هم زیاد می شه، سهولت هم زیاد به مردم ایجاد می شه و این مشکلاتی که همه روزه مردم دوچار هستن انشالله از این مشکل می براین. و این سرک یکی از بزرگترین و بهترین سرک های شهر کابل که بسیار بیروبار است، بخاطر که تقریبا همه ولایت های مشرقی که از امیر مردم رفت آمد میکنن. خب عزیزای دل، همراهی ما را بکنین. میخوایم که با دیگه هموطن هم صحبت شویم تا آخر ببینیم که دیگه هموطن ها چی نظریات دارن. خب هموطن عزیز، آمدیم به طرف دیگه ایجم که شما میبینین یک خانه است، تقریبا برتان بگویم 70% تخریب شده، حال هم کار جریان داره. ببینیم که تنها خانه بوده یا دکانه هم بوده جا هموطن هستن، با اونا هم صحبت میشیم. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. خوب هستید؟ بخیر. جان جور صحت بند. سلامت باشین. شما چی حال دارین؟ خوب هستین؟ شکر از فضل خدا. اسمتان؟ رامین. بسیار عالی. شما خانه از خودتان است یا کار میکنین؟ نه ما کار میکنیم. خب بسیار. بر شما باز روزانه پیسه میتن؟ با ما روزانه پیسه میتونم بدم. چند روز میشه که اینجا کار میکنی؟ تقریبا 3 روز میشه. 3 روز. این خانه بوده یا دکانه هم بود؟ نه این خانه بود، دکانه اون طرف بیشتر است. کته این خانه دکانه هم پیشروش بود؟ پیشروش دکانه بود بله. یعنی مربوط همین خانه؟ مربوط همین خانه بله. یعنی این خانه کلا تخریب شد؟ این خانه تقریبا 2.5 مترش میره. 2.5 مترش میره؟ بله. پسر که ما میبینیم خیلی هم تخریب شده دیگه. این تخریب میکنه بله. و این خانه دیگه چرا این هیچ تخریب نشده؟ او به خاطر 1.5 متر بینش کوچه است. 1.5 متر بینش کوچه است، فقط هم کوچه تخریب میشه. تخریب هم کوچه تخریب. این طرف زیاد تخریب نمیشه. نه خیر. اوه هیچ راهی کلش تخریب شده، ما به ایران است. اینا به خاطر 1.5 متر وسط خانه کامت کل خانه تخریب میشه. دیگه اینی 1.5 متر داخل میاد درست است؟ بله.
یکی تخریب شدی طرف هم دیگه تخریب کرده؟ بله دیگه او طرف دیگه اثر میخوان که جده بسن اثر جده صاحب خانه جنزگاه نیست دیگه که گپ بزنیم اثر دوم میشه ایوه برادر ما باش که با او هم گپ بزنیم دیگه وقتان خوش بشکر خب هموطنهای عزیز باش که نفتیم که ایجا هم کم توم خطریست میخوایم که با مسئول خانه هم گپ بزنیم تقریبا گفتن که یک و نیم یا دو نیم متر خانه هم تخریب شده بیا خیر درد خود دوا نمیکنم ما هم همدردی امراد بکنیم سلام علیکم خوب هستی بخیر بخیر هستی شکر خود خوب هستی شکر بدوایت اسمتان ایمال احمدی هستیم از قلعه زکریا خان بسیار عالی برادر ما گفت که شما صاحب خانه هستیم مفتیم باش که نظریات خودت با ما داشت نظریات ما لالا خب بازم از آرام با شکر گفتی انقدر دولت آمد دو دولت خدا بیام بزن پدر ما را کده جمعی آل اسلام ما خود بودیم که ما را میگه بچه می این نقشه برای شما که باد سر ما به همی یک دو ما پیش کردیم بچه اکای میاد کردیم گفتیم بچه ما نقشه خود به ما نمه باد سر مگه شما به شما به بازم بچه اک باز یک 20 روز پیش ما را اول دادن که بعد شما خانه و جایتان تخریب کردن شروع بکنین بعد ما خانه و جایتان استملاک دولت شده ما نایه رفتیم من نایه بگفتی یک آدم یک هموطن دادگی ما بود بسیار خوب آدم بود اینجینیر ها باز ما را گفت بعد شما کارهایتان در جریان پتی هم اسنادایی که شما پس که قصناد خانه داره قوال شرعی داره کل سیستان گرفته نایه برین باز ما را اینجینیر روان کرد در محکمه مکمه جنگلک باز فعلا بیادر برادر کلان ما است همون کارها فعلا در جریان بود پیش برده رئیس فعلا دیگه بیادر من نیست در اینجا فعلا من خودم گشت گذار کرده رئیسم به خاطر که خواهی کمی شور بخوری چور است یا چور بتن میبرن یا سگ تن میبرن یک نفر سر صدا بره خود مجبور هستی که حوصله کنی حوصله نکنی که اشاره کامل بسیار کم است دیگه زود خراب باید با حوصله باید باشه باید همیشه باید انسان همیشه حوصله داشته باشه صبر کنه آری که گرفت گفتی یک اون خوب شد برام به خاطر اینکه نمی را گفتیم تو تو خانه ما از سو سه متر رفت از این دو متر رفت اما به این پایزاری از می آدم از ما فکس خانه ما طلب سرک شد اگر مثال او وقت گفتیم که پختکاریش از سمت چه بسیار قیزیش فکر خانه ما یک برسی قیمت چون بالا میشه اما روز شکر از آران با شکر حکومت آمد که دلسوز است کاربار جریان داره یک مشکلات ما مردم چی است که یک بیکاری است بیروزگاری است که من مردم بیچاره و فقیر مسکین بیچاره یک شرکت جور شد یک دیگه جور شد که مردم مسکین بیچاره که کاربار کنه اولش من خودم اینو میاله گفتیم که تو بیکار هستم اینه میخوانه از گفتیم که تو یک لقمان شدار هم خود هفت نفر را اولود شدار هستم که یک لقمان کاربار پیدا شد و مردم کار پیدا شد بیکاری بیخی مردم را زیر گرفته بسیار مردم خسته شده و بیکاری انشالله امیدوار استیم که سرک هم ساخته شد و همینطور شرکت ها و فابریکا و کارخانه و کاربار هم انشالله با امید خدا خوب شده میره انشالله خوب امید داریم نه امید شیطان است همیشه امید رو به خدا سر و روز بخیر سرک جور شد فردا شد دیگه پولی است دیگه پروژه های زیاد ان شاء الله کارا شرکت ها جور شد دیگه جور شد گفتی یک امروز مردم بیچاره مسکین اگر کراچیوان است اگر هر کسی کس کراچیش بار میکنند در موتر مندازن میبرن ببینی اولو اولاد از بشنال خور نیست از خانه هر خانواده رو ببینی که مجبور مکلف است که کراچیوان کراچی رو میگیره به خانواده خود خرج خوراک پیدا کنه اما اینکه تو بیای کراچیش بگیری و کراچیش بزنی یا لاتش کنی یا دیگه کنی خود چی فایده هیچ خود فایده نداره مو مسکینه بان یک جای باشه که شرکت باشه یک دیگه باشه کاروبار به مردم میسر شوه چرا مردم به ایالت باشه خب کراچیوان هم ده کار غریبی نمیونه دیگه رو مردم بخواد چی کنه بسیار مردم روزگارش خراب است اگر شرکت ها باشه به مردم کاروبار باشه 7000 یک جای دفعه کارو چاره و پدی خدا میکنه 7000 ان شاء الله میشه ای وطن فقط به دولت جور نمیشه ما هم باید دست به دست دولت بتیم تا وطن بسازیم این گپ خاص همیشه میگم دست به دست که نسازیم وطن خاص تنا جور شده نمیشه گل بهار نمیشه بیاز یک نوع شاربالی چی کده میتونه خم وقت کدام سر بگیره مجبور هستیم خودمون دست به دست یکی هم وطن خود بدیم که وطن جور شه بدون از هیچ امکان نداره ان شاء الله تشکر سلامت باشین اینکه نظریاتتون بخیر باشی لالا جان خوش باشی همیشه شما هم دیگرون نباشین اینا خودتان یادواری کردین همون نصفش که میره نصف دیگهش قیمتش دو چند نشه بیازو بیازو خوب فکر کو که اگر اینو بفروشی یک جای خوب خانه لوک شرکت ساختمانی بود با ما 5 طبقه 6 طبقه دیگه گفتین 3 طبقه از ما می 3 طبقه از ما بسیار خوب شد یک سالم کل مصارف شد بیازو یک بسیار خوب شد برام بسیار فزاران باش خبری از با شما و با گسانی که دمیتور یک چانس برام خلاص یک اون تاس که 26 ساعت نمی قلای می دباس از مخونه خسر ما 3 اوری داشت ولار 3 دفعه نه تقریبا 5 ما شد 5 ما شد خسر ما شاو روز اینم علی گفتی اون قلبی هم داره شکر هم داره همش عمر زنگ زد که بچا بخیز بی دی اوری نشی که خدای نخسا و نشی ما خیز خونه خسر ما رفتم ما شاو خسر ما میگم میگم بچا چطور میگنی گفتم خدا می دبان اسی که گفتی اون شاید یم سال نه به سال پیسې مرا بتا یاد گسال ان شاء الله کله گیره پیسې شم ای دولت است کو جمهوریت و نیست که پیسې کس خورده شه یاد گشه اول هر کسی که باشه حقش میرسونه این زاک بغدار میرسه ان شاء الله امیدوارم به خدا توکل ما وقتت خوش خدا نگهدار سلامت باشی خب هموطنان عزیز این خانه را که شما میبینید دیگر کلا تخریب نمیشه فقط هم تقریبا یک بخش 2 متر گفت دیگر بخش 3 متر دیگر ان شاء الله که امیدوار هستیم هموطنان عزیز ما
جگرخونی نکنن به خاطر تخریب خانهایشان که وطن ما آباد شه و ما خود ما آباد میشیم. همه چیز به مرور زمان خوب میشه. همراهی بکنن، میریم با دیگه وطن هم صحبت میشیم. بیان بریم دیگه با هم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. تشکر، زنده باشین. جان تان جورا. شکر از فاضل. بسیار خوب. نام تان؟ شعیب. شعیب جان، باشنده این محل هستی؟ بله. بسیار خوب. راجع به این تخریب چی نظر داری که خانه ها تخریب میشه، تاسیسات دولتی یا غیر دولتی و یک سرک استاندارد ساخته میشه؟ بله برادر، هم بسیار خوب است. سرک هم بزرگ میشه، کلان میشه و راوندی هم جلوگیری میشه. بسیار خوب. شما گفتین که باشنده محل هستین، در ایران شاید زیاد رفت آمد داشته باشین. بله، در ایران زیاد رفت آمد دارم. در حدود دو روز سه روز مزیر رفت آمد نکن. ما چندین بار در این سرک در رابندی بند ماندیم. اینا برای مگم زیاد ترین وقتی که در را بند ماندی در این چاری بخصوص از مکریان شروع، از این بنای شروع تا چاره مکریان عبدالله چند دقیقه یا چند ساعت بودن؟ چند دقیقه نه، حتی یک ساعت، دو ساعت هم در رابندی بند ماندیم. حتی دو ساعت هم رابندی؟ دو ساعت هم رابندی. چقدر باز آدم دلتنگ میشه؟ دلتنگ میشه، بله. تو فکر کن موترا قطار از اینجا شروع تا دیگه بر دویم تا چاره عبدالله، خود من چندین بار بند ماندیم به این. بله، حالا ما خوش هستیم که سرک ها کلان میشه. از رابندی انشاءالله که سرک ها ساخته شوه و رابندی هم تمام شوه، مردم با آسانی رفت آمد کرده باشه. این تو روزی هم شده که درا بند مانده باشی و عاجل کار داشته باشی و باز از موتر پایین شده باشی پیاده رفته باشی؟ صد فی صد. تو روز شده که من تا به این کمر را بند ماندیم، از موتر تاشتیم پیاده رفتیم. پیاده؟ همینطور با شمول خودت زیادتر هم وطنهای ما؟ زیادتر هم وطنهای ما پیاده میره. حالا ما خوش هستیم، هم وطنهای ما خوش هست که سرکا کلان میشه و بزرگتر میشه سرکا، از رابندی یا جلوگیری میشه. انشاءالله. تشکر، سلامت باشه. همچنان شما هم تشکر. وقتتان خوش. خب هموطنان عزیز، شما دیدید نظریات هموطن ما که اونا هم نظر خود با ما شریک کردن که تقریبا گفت دو ساعت هم دیرا بند مانده. همینطور خود ما هم یک ساعت و نیم ساعت دیرا بند ماندیم و پیاده روی زیاد کردیم، بخاطر رابندی دیگه چاره نبوده. خب میریم هموطن عزیز ببینیم اگر کدام راننده باشه با راننده هم صحبت شویم. خب هموطنان عزیز، قسمی که شما میبینین هموطن ما راننده امی سرک است. میخوایم با او هم صحبت شویم، همراهی ما را بکنین. سلام علیکم برادر. سلام برادر. سلام. خوب هستین؟ بخیر. شکر الحمدلله. اسمتان؟ عبدالربی. عبدالربی جان، اینا برام بگو که چه قواق میشه تاکسی رانی میکنین؟ یک هفته اش ما میشه. هفته اش ما. بسیار خب، شما دیگه شاید شاهد حوادث ترافیکی و رابندی های زیادی محل باشه. بسیار زیاد، بسیار زیاد. هر روزه، هر روز دیگه، هر روز دیگه رابندی و حوادث ترافیکی زیادتر میشه. سرک خرد است. دو سرک، سرک عمومی کابل جلال آباد نمیسته. مرتر خرد کلان دمیراست. خرد کلان هم یک راه و این سرک هم خیلی خرد است. بیخی خرد است، بیخی زیاد خرد است. اینا برام بگو که تا حال خودت چقدر وقتی جمع زیادترین وقتی که بوده در راه بند ماندی چند ساعت بوده؟ یک ساعت در یک جای آدم حتما بند میمونه، یک آن وقت بند، یک ساعت، نیم ساعت، 40 دقیقه بند میمونه. بیشتر راه بندی در چاره مکریان میباشه، درست؟ چاره مکریان هم در ایران میباشه. سرک نو، سرک اوزه نو، اون طرف ها کل جای دم سر تا سر زیادتر میباشه. خیلی ما فقط این طرف ها دیدیم، یعنی اون طرف هم راه بندی زیاد؟ طرف هم راه بندی میباشه. طرف های دیگر یک آن در اوزه نو بند میمونه که 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه در اوزه نو حتی میمونه. شما هم دیگه زیاد صبر و اصلاح میکنید؟ اصلاح خود کار داره ریواری. بدون اصلاح رانندگی نمیشه؟ نه، بدون اصلاح نمیشه. و این طرف هم نه، خانه هم تخریب میشه، تانکرهای تیل و همچنان هرچی که پیش میه و تخریب شده میره بخاطر ساخت سرک. راجع به چی نظر داری؟ پروا نداره، خدا کنه که هرچی بره. سرک مهم از به یک ملک با اون پای تخت باشه، مهم تر چیز سرک است. تقریبا 20 یا بیشتر از 20 سال خانه ها و تاسیسات خودسر ساخته شده بدون نقشه و نقشه های سرک هم دیگه برتان بگم عملی نشده در موسال ها. حالی که عملی شده میره وی بخاطر کی از به نظرت؟
این خانه که جور شده یا کلش اشارالی پلان دادگی شده این مردم به سر خود آباد کردن به زورمند است کلگیش از یک سر همی که خورد کلان کل زورمند است یا شوروالی کلش نقشه را دیده جور کردن در رای سرک. این سرک این از در وقت داودخان است. به نظر تی سرک با کی ساخته میشه؟ این سرک با کل اومن جور میشه. اومن ما کل مکمل ملت از این فایده میگیره. بشک بشک. باز بازی ها میخانه هایشان که تخریب میشه میگن که والا این کار باید نمیشه. نه نه امکان نداره. سرک مهم است. از هر چیز مهمتر در اکمال پایتخت باشه سرک مهم. ما این سرک اوی نداریم. زیر زمینی نداریم. مجبوره که این سرک سر زمین خود جور کنیم. بسیار خوب تشکر سلامت باشین از اینکه بر ما وقت دادین در آخر کدام گفتنی خاصی داشته باشین تشکر بیادم وقتتان خوش خدا نگهدارتان خب هموطن عزیز شما دیدین با راننده عزیزم هم صحبت شدیم هم کلام شدیم نظریات او را با خود داشتیم همین چارایی که جا میبینین همین چارایی برتان بگویم که عبدالحق از اون طرف مکریان عبدالحق میگن و این پیشوری که است این هم چارایی بنایی است که بیشتر وقت هموطنای ما در این چارایی بند میمانند به خاطر بیروبار زیاد به خاطر ازدحام موترها قسمی که هموطن ما یادآوری کرد که حتی یک ساعت هم در این را بند ماندند خب عزیزای دل این بود برنامه ویژه گزارش ویژه راجع به ساخت سرک بسیار عالی و استاندارد که از چارهی مکریان یا چارهی عبدالحق آغاز میشه شروع شده الا تنگی که پروژه اول یا شرکت اول که از چارهای مکریان شروع کرده الا پکتیاکوت و پروژه دوم از پکتیاکوت شروع میشه تا تنگی که او به شرکت دیگه سپرده میشه خب نظریات انجینر صاحبا را با خود داشتیم با هموطنای ما که خانه هایشان تخریب شده از اونا را با خود داشتیم و کسایی که در ایران بودن با اونا هم صحبت کردیم نظریات همهشان داشتیم و نظریات کلشان یکی بوده فقط پیشرفت آبادی خوشی و مرکز کابل پایتخت باید سرک های استاندارد داشته باشد نمیشه که هر روز به طرف شهر بری و در راه بند بمانی واقعا این مشکلات ها را ما زیاد داریم هموطن عزیز خب با امید پیشرفت آبادی ترقی کشور عزیزای دل اگر نظریاتی دارین انتقادی دارین پیشنهاداتی دارین راجع به برنامه های ما لطف نمیده در بخش کامنت بر ما بگذارید تا برنامه بعد و دیدار بعد که من عنایت الرحمن رحمانی در خدمت شما قرار میگیرم با خداوند یکتا و به همتا میسپارمتان الله نگهدارتان باشد.